منم از شاه غلام از شاه ناصر خودم سرمست جان از شاه ناصر خودم سرمست جان از شاه ناصر. زندگی نامه حکیم ناصر خسرو بلخی. ابو معین ناصر بن خسرو بن حارث قبادیانی بلخی معروف به ناصر خسرو در نهم ماه ذوالقعده سال 394 هجری قمری یا سال 342 هجری شمسی در روستای قبادیان در بلخ در خانواده ثروتمندی که ظاهرا به امور دولتی و دیوانی اشتغال داشتند چشم به جهان گشود. ناصر خسرو در دوران کودکی با حوادث گوناگون روبرو گشت و برای یک زندگی پر حادثه آماده شد. از جمله جنگ‌های طولانی سلطان محمود و خشکسالی بی سابقه در خراسان که به محصولات کشاورزان صدمات فراوان زد و نیز سیوی بیماری در این خطه که جان عده زیادی از مردم را گرفت. ناصر خسرو از ابتدای جوانی به تحصیل علوم متداول زمان پرداخت و قرآن را از بر کرد. در دربار پادشاهان و امیران از جمله سلطان محمود و سلطان مسعود غزنوی به عنوان مردی ادیب و فاضل به کار دبیری اشتغال ورزید و بعد از شکست غزنویان از سلجوقیان ناصر خسرو به مرو و دربار سلیمان چغری بیگ برادر طغرل سلجوقی رفت و در آنجا نیز با عزت و اکرام و عرفه دبیری خود ادامه داد و به دلیل اقامت طولانی در این شهر به ناصر خسرو مروزی شهرت یافت. وی که به دنبال سرچشمه حقیقت میگشت با پیروان ادیان مختلف مسلمانان، زردشتیان، مسیحیان، یهودیان و مانویان به بحث و گفتگو پرداخت و از رهبران دینی آنها در مورد حقیقت هستی پرسجو کرد. اما از آنجا که به نتیجه دست نیافت دچار حیرت و سرگردانی شد. در سن 40 سالگی شبی در خواب دید که کسی او را میگوید چند خواهی خوردن از این شراب که خرد از مردم زایل کند؟ اگر بهوش باشی بهتر. ناصر خسرو پاسخ داد حکما چیزی بهتر از این نتوانستند ساخت که اندوی دنیا ببرد. مرد گفت حکیم نتوان گفت کسی را که مردم را به بیهوشی و بیخردی رهنمون باشد. چیزی باید که خرد و اوش را بیفزاید. ناصر خسرو پرسید من این از کجا آرم؟ گفت عاقبت جوینده یا بنده بود و به سمت قبله اشاره کرد. ناصر خسرو در اثر این خواب دچار انقلاب فکری شد. از شراب و همه لذایز دینوی دست شست. شغل دیوانی را رها کرد و راه سفر عج در پیش گرفت و این مدت 7 سال سرزمین های گوناگون از قبیل آذربایجان، ارمنستان، آسیای صغیر، حلب، ترابلس، شام، سوریه، فلسطین، جزیره العرب، تونس و سودان را سیاحت کرد و 3 یا 6 سال در پایتخت فاطمیان یعنی مصر اقامت کرد و در آنجا در دوران مستنصر بالله به مذهب اسماعیلی گروید و از مصر 3 بار به زیارت کعبه رفت. ناصر خسرو در سال 444 بعد از دریافت عنوان حجت خراسان از طرف مستنصر بالله رهسپار خراسان قدیمی و افغانستان امروزی گردید. او در خراسان بزرگ قدیم و افغانستان امروزی و بخصوص در زادگاهش بلخ اقدام به دعوت مردم به کیش اسماعیلی نمود، اما برخلاف انتظارش مردم آنجا به دعوت وی پاسخ مثبت ندادند و سرانجام عده تحمل او را نیاورده و در تبانی با سلاطین سلجوقیان بر وی شوریده و از خانه بیرونش کردن. ناصر خسرو از آنجا به مازندران رفت و سپس به نیشاپور آمد و چون در هیچ کدام از این شهرها در امان نبود به طور مخفیانه میزیست و سرانجام پس از مدتی دربدری به دعوت امیرعلی بن اسد یکی از امیران محلی بدخشان که اسماعیلیه بود به بدخشان سفر نمود و بقیه 20 تا 25 سال عمر خود را در یمگان بدخشان سپری کرد و تمام آثار خیش را در بدخشان نوشت.
و تمام روستاهای بدخشان را گشت. حکیم ناصر خسرو در بین اهالی بدخشان دارای شأن، مقام و منزلت خاصی است، تا حدی که مردم او را به نام حجت، سید شاه ناصر ولی، پیر شاه ناصر، پیر کامل و غیره یاد می کنند. آثار او از گنجینه های ادب و فرهنگ ما محسوب می کردند. او در خداشناسی و دینداری سخت استوار بوده است و متانت طبع، بلندی همت، عزت نفس، صراحت گفتار و خلوص او از سراسر گفتارش آشکار است. ناصر در یکی از قصاید خیش می گوید که به یمگان افتادنش از بیچارگی و ناتوانی نبوده. او در سخن تواناست و از سلطان و امیر ترس ندارد. شعر و کلام او بیمانند است. او شکار هوای نفس نمی شود. او به یمگان از پی مال و منال نیامده است و خود یمگان هم جای مال نیست. او بنده روزگار نیست، چرا که بنده آز و نیاز نیست. این آز و نیازند که انسان را به درگاه امیر و سلطان می آورند و می مانند. ناصر جهان فرومایا را به پشیزی نمی خرد. از زبان خود ناصر خسرو، او به آثار منظوم و منصور خیش می نازد و به علم دانش خیش فخر می کند. این کار او گاهی خواننده را وامی دارد که ناصر را به یک شخص خودستا و مغرور و خودپرست قلمداد کند. علی دشتی در این باره می گوید: مردی است با متانت طبع، خرسندی فروتن، در برابر رویدادها و سختیها بردبار، اندیشه ورز، در راه رسیدن به هدف پای می فشارد. ناصر خسرو درباره خود چنین می گوید: پند است نهان آشکارم، پند است نهان آشکارم، گه نرم و گه درشت و چون تیغ، با عاقل نرم و بردبارم، با عاقل نرم و بردبارم، با جاهل و بیخرد درشتم. ناصر در سفرنامه رویدادها و قضایا را با بی‌طرفی تمام نقل می کند، اما زمانی به زادگاهش بلخ می رسد و به امر دعوت به مذهب اسماعیلی مشغول می شود، ملاها و فقها صد رای او شده و عوام را علیه او تحریک نموده. خانه و کاشانه اش را به نام قرمتی، غالی و رافضی به آتش کشیده و قصد جانش می کنند. به این سبب در اشعار لحن او اندکی تغییر می کند. متانت طبع، بردباری و عزت نفس دارد، اما نسبت گرایش به مذهب اسماعیلیه و وظیفه‌ای که به وی واگذار شده بود و نیز رویارویی با علمای اهل سنت و با سلجوقیان و خلیفگان بغداد که مخالفان سرسخت اسماعیلیان بودند، ستیز و پرخاشگری در وی بیدار می شود. به فقیهان و دینا مختگان زمان می تازد و به دفاع از خیشتن می پردازد. آثار ناصر خسرو. ناصر خسرو دارای تألیفات و تصنیفات بسیار بوده است، چنانچه خود در این باره می گوید: من گر بدین ضعیف تنم، زان که در سخن زن چرخ پرستاره فزون است اثر مرا، زن چرخ پرستاره فزون است اثر مرا. آثار ناصر خسرو عبارتن است: دیوان اشعار فارسی، دیوان اشعار عربی که متاسفانه در دست نیست. خود درباره دو دیوان فارسی و تازی. جامع الحکمتین رساله است به نثر دری فارسی در بیان عقاید اسماعیلیان. خان الاخوان کتابی است به نثر در اخلاق و حکمت و موعظه. زاد المسافرین کتابی است در بیان حکمت الهی و نثر روان. گشایش و رهایش رساله است به نثر روان فارسی، شامل 30 پرسش و پاسخ آنها. وجدین رساله است به نثر در مسائل کلامی و باطن و عبادات و احکام شریعت. بستان العقول و دلیل متحیرین که از آنها اثری در دست نیست. سفرنامه، این کتاب مشتمل بر مشاهدات سفر 7 ساله ایشان بوده و یکی از منابع مهم جغرافیای تاریخی به حساب می آید. سعادتنامه رساله است
منظوم شامل 300 بیت، روشنایی نامه، این رساله نیست و نظم فارسی است. از کتاب ها و رساله های فوق، کتاب ها و رساله های دیگری نیست به حکیم ناصر خسرو نسبت داده شدند که بسیاری از خاورشناسان که راجع به احوال و آثار ایشان تحقیق کردند در وجود آنها تردید کردند. نام این کتاب ها و رسالات عبارتن است: اکسیر اعظم در منطق و فلسفه و قانون اعظم در علوم عجیبه، المستوفی در فقه، دستور اعظم، تفسیر قرآن، رساله در علم یونان، کتابی در سحریات، کنز الحقایق، رساله موسوم به سرگذشت یا سفرنامه شرق و رساله موسوم به سر الاسرار. سفرنامه ناصر خسرو شرح مسافرت 7 ساله. زاد المسافرین عقاید فلسفی او را توضیح می دهد. وجه دین درباره احکام شریعت به طریقه اسماعیلیه. خان الاخوان، روشنایی نامه، سعادت نامه، دلیل المتحیرین، جامع الحکمتین و کتب چند دیگری منصوب به ناصر خسرو هستند که به مرور زمان از بین رفتن و یا شاید در مناطق کوهستانی بدخشان در نزد اشخاص و افراد محفوظ هستند. حکیم ناصر خسرو دارای تألیفات زیادی بوده، اما برخی از آنها به مرور زمان نابود گشته، شوربختانه به دوران ما نرسیدن. منم از شاه غلامت شای ناصر، خودم سرمست جانت شای ناصر، خودم سرمست جانت شای ناصر. تو شبازی و ما میلا مکانی، تو شبازی و ما میلا مکانی، ز من اردم سلامت شای ناصر، ز من اردم سلامت شای ناصر. منم از شاه غلامت شای ناصر، خودم سرمست جانت شای ناصر، خودم سرمست جانت شای ناصر. تو از اولاد پاک مصطفایی، تو از اولاد پاک مصطفایی، بگویم صبح شامت شای ناصر، بگویم صبح شامت شای ناصر. منم از شاه غلامت شای ناصر، خودم سرمست جانت شای ناصر، خودم سرمست جانت شای ناصر. تو که سوی سیاییم برینه، تو که سوی سیاییم برینه، بیاد یاد از امامم شای ناصر، بیاد یاد از امامم شای ناصر. منم از شاه غلامم شای ناصر، خودم سرمست جانت شای ناصر، خودم سرمست جانت شای ناصر. توی پشت و پناه کوهستانی، توی پشت و پناه کوهستانی، شدایم گام و قامت شای ناصر، شدایم گام و قامت شای ناصر. منم از شاه غلامت شای ناصر، خودم سرمست جانت شای ناصر، خودم سرمست جانت شای ناصر. زبانم لال اندر کام گردد، زبانم لال اندر کام گردد، با وصفی خاندان
شای ناصر با وصفی خاندان شای ناصر منم از شا غلام از شای ناصر خودم سرمست جان از شای ناصر خودم سرمست جان از شای ناصر آیا شاها تو مریم کار کرد کن آیا شاها تو مریم کار کرد کن که میشویم با دام از شای ناصر که میشویم با دام از شای ناصر منم از شاه غلام از شای ناصر خودم سرمست جان از شای ناصر خودم سرمست جان از شای ناصر خودم سرمست جان